سلام علیکم، خسته نباشید. خوبی؟ سلام. 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 حاجی جون سلام. سلام علیکم. خوبی؟ خوبی باشی؟ خوبی رو برم. خبر حاجی؟ سلامت باشی. قبضا رو پرداخت کردیم. سفارش های عباسی هم فرستادیم. دستگاه شما روغنکاری کرد؟ بله روغنکاری کرد. روز داره کار میکنه؟ بله خوب داره. بله پرداخت کردیم. حساب کردیم. زنی من اینجا که زنگ هزار. خانم جناب خانم انصاری زنگ زد. چند بار بود که با موبایلتون تماس گرفت در دسترسم بود. گفتن یه تماسی باشون بگیرید. نگفت چی کار باشه. نگفت. پنج دقیقه ببین استراحت کن دستگاه رو خاموش کنید بچه ها پنج دقیقه خاموش کنید استراحت بگید بفرمید بریم بالا بفرمید الو سلام امیرم من خوبم چیزی شده؟ من خدا رو شکر همه خوبن عزیزم خوبه من نگران شدم گفتم شاید چیزی شده گفتن چند بار زنگ زدی بگو خدا رو شکر انشالله که خوشبخت بشی طرف کیه؟ میشناسمش؟ احمد؟ یونس به من گوش کن ببین من گیرم من این 5000 تا رو تو تا امروز بهم نرسونی قربونت برم به من خبر بده قربونت برس سلام هست دانیا سلام بابا خوب هستی چی شد بودیست بله گرفتم واسه تو گرفتی میفرسه اینجا نه گفتم برسن دم خونه مینا خان دم خونه مینا فولش اینا حل دیگه به کارت برسن بابا میای دنبالم من خونه مامانم مدرسه‌م زود تعطیل شد مجبور شدم بیام اینجا میای دیگه باش خدا ببین اونو میتونی بری پروف کنی یا تو اتاق اگه بخوای بله اینو هر چیزی داره بخوای سلام علیکم سلام از اون رنگش فقط همون یه دونه است چون دوست داری میگم آجا احمد ویزا چی شد اوکی شو؟ در به دری کشیدم تو پیدا کنم پدرم در من دلار که همینطور داره میره بالا گرفتی؟ 5000 تا گفتم یونس بهم برسونه تو محمد چیکار کردی؟ حالا محمد که میگه من زور بزنم 2000-3000 هر چی داره بگو بیاره بگو هر چی داره من میخوام بله سلام احمد آقا خوبم مرسی بله گوشی؟ چون من دنبال پارچه اینجوری میگشتم پیدا نشد جانم کیه؟ بله مذارت میخوام یه نسمه رو ببخشی الو الو چرا اینجوری میکنی؟ خب مدرسهش زودتر تعطیل شده نمیتونم که بچه رو برکنم وسط خیابون خیلی خب الان همین الان آژانس میگرستم میگرم بفرستم به شبونه
نه آژانس میگیرم براش. بلیط ها هنوز نرسیده. بلیط ها چی شد؟ به جای اینکه منو دعوا کنی الان به این فکر کن که من منتظر بلیط ها. خیلی خوب باشه. اومد خبر میدم. خداحافظ. من گفتم گوشی بردار. من گفتم برو وسایل تو جمع کن زنگ بزنم آژانس. زنگ زدم به بابا. تو غلط کردی زنگ زدی به بابات. این بار هزارم سر. ببین چیکار میکنی با من ها. هر دفعه به یه بهانه ای باباتو میکشی اینجا. بهت گفتم من نمیخوام اون اینجا بیاد. اینو بفهم. تو کلت فرو کن. تعهد دادم به کلانتری. این حرفا چیه بابا؟ وظیفم بود. بله خانم انصاری بلیط هواپیما آورد. حالا تو دیگه عصبانی نشو. بله. ببین سارا دارایی مادرم رو یاد نره بگیری یا نمیخواد به سعید چیزی بگی. بهش بگو یه زنگ بهم بزنه. قربونت برم. خداحافظ. خداحافظ. سلام به روی ماهت. وای وای قربونت برم. من بده من ببینم. ماچ 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 نمیدی؟ نه. چرا؟ قربونت برم من. قربونم شکلت برم من. منو نگاه کن. حیف این چشای قشنگت نیست منو نگاه نکنی. با من دعوا کردی؟ جون من. نمیخوای بگی؟ خیلی خوب. آقا اصلا ولش کن. بیا بذار من این آهنگو برات بیارم. همونی که دوست داری. آه اینم ولش کن. مرد و حرفش. قول دادم بهت کجا ببرمت اگه گفتی 20 سالیه. این چیه؟ ببین وقتی من قول میدم پای قولم هستم. این چیه؟ بلیطای سینماه. بس چی؟ هورا هورا دیدی؟ دستتو بده. نه 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 دستای خوشگلتو مال من آخه. قربونم دستای خوشگلت برم من. بابا بریم سینما. باشه باشه. آره قول دادم دیگه میریم. فقط یه چیزی ببینم. باشه. خیلی خوب خیلی خوب. کاراتو کردی یا نکردی؟ آره فقط یه کار دستی که من بر فردا بسازم. پس فردا چی هست؟ دریا و ماهیاش و کشتی و قایق و حیوانای توش و اینا. ببخشید همه اینا رو فردا باید انجام بدی. خب نمیرسیم که الان وسایلاشو میخریم. خب 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 قربونت برم من جون. بعد وسایلاشو برام چش نوکرت هم هستم. وایسا دقیقه ببینم. خب میریم سینما. الو سلام بنازم. چی دارم سهر رو میبرم خونی مامانم. شب میخرم میارم. میگم شب برگشتنی میارم دیگه. همین الان باید بخرم. خریدای کار دستی من. خوبش رو بگیری فقط تو رو خدا. مداد رنگی پررنگ خوبا رو بگیرم. این همه چه خبره؟ چی نیست که فقط تو رو خدا خوبش رو بگیرم. شش. خوش رنگ و مقواش خوش رنگ. باش. بابا مسئله منو گرفتی؟ عشق من اینجا نداشت. میریم تو راه میگیریم. بهناز جونم. سلام. سلام. خوبی؟ آره. بیا همین رو باید میگرفتم دیگه. خوبم این باید برم سهر رو بفتر تو ماشین شخصی منتظرم. با سهر میمدی؟ آره. خب گفتم که با سهر مادم. خب ماشین همینجوری گشتی جلوی در؟ چیکار میکردم؟ خیلی خوب یه بار همینجا من جمع میکنم خودم. چرا؟ یه بار الان مانیه میاد میبینه باز دوباره دعوا میشه. بوی بیا برو تو. برو من جمع میکنم. هیولا که نایمده بچه همه. خیلی خوب باشه. تو برو استراحت کن. بیا سرپا با ایناست. بابا اینا چیزی نیست من خودم جمع میکنم. برو دیگه تو برو من میام. بیا برو تو. کدوم دختره مامان؟ کدوم دختر؟ تو ماشین نشسته. سلام عرض کردیم. باشه تو ماشین نشسته. بالا نیومده که. این زشته جلو بابات داری این حرف رو میزنی. بالا نیومده. حرف ندارم. داره چی میگی ماما؟ اومده تو خونه. بابات میخواسته اونو ببره سینما. مجبور شده یه سر بیاد خونه. بسه دیگه. خوبه دیگه. سینما تقریبا اینجا. بسه. زشته این حرف رو داری میزنی. یه بار بشین اینجا من غذا تو بکشم. غذا تو بخور. همش دنبال کارای اونه. نمیخوام مانلی شر بخور. من دوست نداری. هی میخوام.
خودی داری اعصاب منو به هم می‌ریزی. ببین تو اینطوری کنی داداش چون چیزی هم ناراحت می‌شه. بابا بیا دیگه. بودو. بیا برام. بودو دیگه سینما دیر میشه. عشق من ببین من یه کاری برام پیش اومده. خب تو رو میذارم دم آژانس، تو آژانس برو، من شب میام دنبالت با هم میریم. خب قربونت برم. باشه بگو. باشه چونه بابا بگو. باشه نفس. من واقعا معذرت میخوام، ببخشید. یه کار برام پیش اومد دیگه، چیکار کنم عشق من؟ گریه نکن، چشای خوشگله تو. بیا بیا خودت تو راه بگیر کار دستی تو. خب وسایلاشو بیا عشق من، بیا بهت پولم بدم، هرچی هم دوست داشتی برای خودت هم بخر. خب گریه نکن دیگه، ناراحت میشم. بیا بابا بگیرش بابایی. شمم کارم زود تموم میشه، زود میام دنبالت. خب گریه نکن، مواظبش تو دست و بالت نره. اون دختره گند زده به همه چی. بعدای سرت بابا پیش میاد دیگه. نه با سر به سرش میدهش. پاتو بکش کنار. من سر به سرش نداشتم امیر جان. تقصیر توئه که عد ماشین رو پارک میکنی جلو در. چیکار میکردم؟ ماشینم رو تو کوچه پایین تر پارک میکردم. خب تو که میدونی این بچه حساسه. آره دو تا کوچه پایین تر پارک میکردی. من نمیتونستم دخترمو تنها بذارم تو کوچه پایین تر. تو باید بچه درست تربیت میکردی. تو به جای اینکه برداری این دو تا رو با هم ببری سینما، من بعد بچه‌مو درست تربیت میکردم. من گفتم نمیبرمش. طرف مانلی اینجا نیستش، داری میای داری طرفداریشو میکنی. من طرفداری چی رو میکنم؟ مگه تو طرفداری دخترتو نمیکنی؟ آقا راست میگی، ببخشید. آقا هم تو بخور. به خودت رحم نمیکنی، به بچه شکمت رحم کن. سلام مادر، خوبین؟ سحر رسید؟ اه نه، آخه هرچی میگیرمش جواب نمیده. گوشش نه، میدونم با امیره. آخه خیلی یهو عصبانی شدم باهاش بعد حرف زدم. بله میدونم. سلام. چی نگو؟ اگه تو دوباره کار پیدا کردی نکردی دیگه قید این زندگی رو بزن. بابا چی کردی؟ شو بزن من کجا من مردم کار میکنم، درستی دیگه فروشم چی کار میکنم؟ شاید هم قرمسی اون رو من تو زندگی برای چیزی کم گوشتم. بابا بچه همه چی میدونه؟ بچه صادقه، بچه این شما نیست. آقا صدا میبرم بالا، ایا نه اصلا کار فرهنگی میکنم. سلام آقا جان. سلام مادر جون. بابات کو؟ نمیدونم. نهار خوردی؟ آره. مامان زنگ زد نگرانت بود مادر جون. رفتی توی زنگش بزن. چی شده سارا جان؟ شرمندگی من همون درسته این امیر. این حرفا چی میزنی مادر؟ غریبه که نیست، اول هر زندگی سختی داره تا بیفته رو قلدک. تو یه ذره کوتا بیا. چقدر دیگه کوتا بیام بابا جون؟ تو کوتا از... بیای اونم رو به راه میشه. چقدر چقدر تا که کی از این فروشی نون در برده که این سعید میخواد در بیاره؟ اون بنده خدا که هر کاری بوده کرده. بدبختی منم همینجاست. مامانت زنگ زد. ارزه انجام هیچ کاری رو نداره. بفرما.
عزیز جون نگاه کن لباسم چقدر قشنگه. الهی قربون خودتو لباسات برم مادر. به 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 چقدر خوشگله، هزار ماشاءالله. پشتتو بکن ببینم. وای وای چه کردی عزیز جون. زنگ بزن بابام بریم سینما دیگه. دکمش چرا بازه مامان جان؟ دکمشو ببن. به 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 چقدر عزیز جون. زنگ بزن به بابام دیگه. به بابات؟ آره بابات خودش زنگ زد مادر جون. خب بعد گفتش که امروز یک کاری براش پیش اومده، گفت به سحر بکن بعدم میبرمش. امروز مثل که کار براش پیش اومده فداش شم، گفت بعدم میبرمش. سحر جان، سحر سحر من دخترم، الهی قربونت برم، الهی فدات بشم مادر. چرا گریه میکنی؟ دردت بزنه؟ الهی قربونت برم عزیزم، چرا گریه میکنی؟ خب سینما که گریه نداره، بعدم میاد میبرته. طوری نیست که. گریه نکن ماما جان، گریه نکن. آقایی نیست. الهی فدات بشم. خب حالا بابات گرفتاره، من که نمردم، میخوای من ببرمه؟ خواهش میکنم، ایشالله شما به شادی بفروشید. خواهش میکنم، قربونت. خواهش میکنم، قربونت. خوش بگذاریم. چیه؟ این مردک برای چی دوباره اومده اینجا؟ کدوم مردک؟ همین مردک یارو برای چی دوباره اومده بود اینجا؟ اسمشو نمیخوام بیارم. کیو اسمشو نمیگی؟ برای چی بلند شد اومده اینجا؟ خدا دست از سرم وردار، اومده بود دنبال دخترش دیگه. برای چی اینجا باید بیاد دنبال دخترش دیگه؟ کجا بره دنبال دخترش دیگه؟ اینجا بود سحر، اونم اومد دنبالش. برای چی سحر باید زنگ بزنه به باباش بیاد اینجا؟ برای اینکه من سرم شلوغه، حواسم به کارهای دیگه مه، اونم بچه‌ست. شما سرتون شلوغه، من اینجا آبرو ندارم. مگه ما با هم حرف نزدیم؟ اینجا رو حراج گذاشتیم برای چی؟ بابا گیر سحری؟ بگو من برم دنبال زندگیم. ببین مینا جان، قربونت برم، من آبرو دارم توی این محل. کسی بی آبرویی کرده؟ پس عباس آقا چی میگفت این مرد اومده بوده اینجا؟ این همه آدم میاد اینجا و میره، اونم این همه آدم میان اینجا یه وسیله ببرن، نمیان زندگی منو ببرن. ببین اون رفته دنبال زندگیش، تموم شد. تو ندیدیش، برو در وا کن. نه ندیدمش. چکریم به مولا. شما بردینش؟ باید بمیرم برای شما، هم که سخت بود که ببرینش. که الان کجاست؟ کار دستشو درست کرد؟ دست شما درد نکنه مادر. چشم، رو چشم، فردا صبح خودم میام دنبالش. چشم مادر، چشم، قربونت برم، خداحافظ. خاله روزی 100 نفر میزنه تو سر من. بابا خسته شدم از این زندگی. بابا جان امیر رو ببینیم، درس عبرت بگیریم. صبح تا شب داره میدوه، کجا رو گرفته، چی کار کرد؟ هیچی به خدا خاله، هیچی. اون فرق میکنه خاله، کاش یه دونه موی تو امیر تو تن این بود. بابا اینم جوونه، اول زندگیشه. کجا رنه این بود وقتی هم سنه این بود؟ این اصلا کار کردن آرش میاد. حالا منم سنه اونشم بنز میکنم. نگاه بیار پایین ها. نزن جلو همسایه ها آبرومونو بردین بابا، سرم رفت. خب تو مگه نمیدونی ترافیکی؟ زودتر حرکت میکردی. عجله کن مادر، زود باش. خداحافظ. عزیز جون چی شد؟ جونم بابات گفت پشت ترافیک موندم، الان میرسم، نگران نباش. اگر دیر کرد با سعید یه 5 دقیقه دیگه میفرستم. قربونت برم. باش. چقدر خوشگل شده این. آره عزیز جون خیلی خوشگل شد. دست در نخواهی. جانم بله. سلام آقا، شما رسیدین؟
زنگ دوم نیست؟ خب پایینو بزن، زنگ پایینو بزن، حتما هست. در بزن، شاید برق رفته. ساعت چند بهت وقت داده؟ خیلی خوب، تو با آژانس برو، من میام دنبالت. دارم میگم میام دنبالت. خیلی خوب، خداحافظ. مادر جون، دو دقیقه وای میستاد آسمون زمین نمیومد، توی مدرسه مگه چه خبر؟ حالا دو دقیقه دیر میرفت. نمیشد مادر. چرا نمیشد؟ باید از طرف مدرسه میرفتن دید در نیلوفر هم کلاسیش. دیرش میشد. نیلوفر چطوره؟ بهتره؟ شیمی درمانی میشه. اینقدر درد و مرض اومده که خدا میدونه. من خودم هم همجور دستم تیر میکشه. چشمام خوب نمیبینه. چرا مادر؟ مگه داروهاتون نمیخورین شما؟ چرا؟ داروهام هم میخورم. من حالا مهم نیستم. تو به فکر این بچه باش. دیشب دوباره تو خواب پاشده بود، را افتاده بود. من این قرصای وامونده رو که میخورم خوابم سنگین میشه، این بچه پا میشه را میفته. میترسم آخر بره تو کوچه، پس کوچه یه موتوری چیزی. خدا نکنه مادر، این حرفا چیه میزنی؟ خدا نکنه حرف مادر، بچه هست دیگه، بچه بزرگتر میخواد. خب چی کار داریم میکنیم؟ خب ما داریم بزرگتری میکنیم دیگه، چی کار باید بکنیم؟ تو یه سینما دیشب نیومدی این بچه رو ببری؟ نتونستم دیگه مادر، من کار برام پیش اومد. خب این بچه حیبونی چشمش به راه خوش شد، اینقدر ناراحت بود. خب دوستاشو میبینه، با پدراشو میرن میان. آخه این چشم. با یه پیرزن توی خونه این بچه روحش خراب شد، افسرده شد. میبرمش. قول میدی به من؟ آره قول میدم مادر، حواسم هست بهش. دخترم مگه میشه بهش قول ندم؟ مگه میشه به شما قول ندم؟ بابا نگرانشم خودم، یه خورده کاروبارم زیاده، این چاپخونه کاغذها گرون شده، نگران اونور هستم. من آفتاب لب بومم. خدا نکنه مادر. باید قول به من بدی که به این بچه برسی. قول دادم دیگه. چشم، شما نگران نباش، من وقتی حرف میزنم پای حرفم هستم. حالا زور برو در خونه نیلوفر، بهش گفتم بابات میاد دنبالت میارته. بچه‌ام دلش در بیار، ساعت حدود یک برو برش، تو نهار بیاین اینجا. سلام. مارو نخوره بزنی. احمد سلام چطوری؟ احمد کجایی؟ من رفته بودم چیز کوچولی بخرم. خوب اینا رو داشتم. گوشی چرا فهمشه؟ گوشی ما اصلا نبرده بودم. 10 بار بهت نگفتم مینا هر جا میری گوشی تو همراهت ببر؟ نه آخه دلم هزار راه میره مینا. به چند بار به دو ساعت کارگر دم در وایس دقیقه. ای دارم به من زنگ میزنه، من بوتیکو برات کردم. چلو اینا صاحب کن. بیا بالا آقا بقیه‌اشو بیار. این میگم زشته جو شما نخواهد سر من داد نزد. داده چی به حد گفتی همه کارا رو من دارم هندل میکنم. به من زنگ زدن. این همه کار سر من ریخته. میخوام تو یه ذره منو درک کنی فقط. یه ذره. درک میکنم من. نه. دیروز بابت حرفای تو. من با بچم دعوا کردم. با چش گریون از این خونه رفته. خبرم رفته بودم برش کادو بخرم. برم مدرسه از دلش در بیارم. قربونت برم، اینو از همون اول میگفتم. خودتو مگه میذاری آدم حرف بزنه؟ من برای خودش دارم میگم. 4 روز دیگه میخوام بریم، داری میبینی بعضی میگم اذیت میشه این بچه. آخر من با خیال راحت با بچه‌ام باش، اینقدر بهم گیر نده. من چیزی گفتم؟ موبایلت همراهت باش. خیلی خوب، تو همون رو به کار گرم. موبایلت همراهت باش. هم آقا یواش یواش همین خواست. اصلا نباید به بهناز گل ما استرس وارد بشه. بابا خوبه همه چیز، اما که خطری نداره که. من که بهتون گفتم اگه استرس نداشته باشه نه خطر نداره. ببین قرص مدر رو بخورم دیگه. آره اشکال نداره. آره آره حتما بخوره. چه غذایی اینا که چیز لازم داره؟ نه همه چی خوبه، فقط استرس نداشته باشه. محیط خیلی آروم بکنی سرش. مرسی. حتما. مرسی. لطف کردی. قربونت شم. دست درد نکنه. بفهم. خانم این رازی که هستی نزش؟ آره خیلی ماه، خیلی دختر ماه. خدا رو شکر این دیگه عزیزه دامنان بچه. بچه گوره دوم بود. بسی تا خیلی سفت شاد داده بودم، میدونم اینجا کبود نشد. به توضیح میدم دیگه، بخواییم بریم یه سر چاپ کنم. خداحافظ. خداحافظ. Thank you.
سلام نفس. چه کار دستی؟ چینچ باحاله. یه خود درست کردی واقعا؟ آره منو با هم بزرگ با هم درست کردی. خندم خیلی ازم تعریف کنه. باید هم تعریف کنه. خیلی چیز خوبیه. دمت گرم. عالیه. مامانت اینجا چی کار میکرد؟ اومده بود بهم کادو داده. باری کلا چی گرفته برات؟ نمیدونم بازش بکنم. بذار ببینیم چی گرفته مامان. وای چه لباس خوشگلی. بازش کن ببینیم چیا داره توش. وا کن دیگه. وای چقدر قشنگه. اوه کلا هم داره که. بذار سر ببینم. بذار سر ببینم خوشگل میشی یا نه. قشنگه بابا نه. چه جیگری شدی تو. قربونت برم من با این کلات. خانم محترم آیا من منت شما رو بکشم، دست زیبای شما رو ببوسم، با من آشتی میکنید؟ باشه. ای جون قربونت برم. بابا آره نمیشه منت نیلوفرم بکشی تا خوب بشه. بابا من اگر قرار باشه خوب بشه منت اونم میکشم، ولی اونو خدا خوب میکنه. خودش تو نگران نباش عزیز دل من، انشالله خوب میشه. بابا لباسم خوشگله. ماه خیلی هم بهت میاد. قربون این ماه خوشگلت برم. بابا من بچه ها به خاطر اینکه نیلوفر قصه نخور میخوایم مامونو کوتاه کنیم. من قربون اون معرفتتون برم. برو عشق من. برو سعید آمد. سلام خوشگلم. سلام. کمکش کن سعید. چشم اون کره تعمیر کنم. برو پایین یه دونه ای دوتا ای ست تایی. برو برو قربونت برم. اینم بگیر. بابای منم بیرم. برو برو قربونت برم. آقا نوکرم میبرم. خیلی نوکردم. بابا جون چه کارو می‌بری نقدشون می‌کنی؟ شهر درست نمی‌کنی. من آبرو دارم ها. من کارم اینه بچه یادم. آقا کار شهر نمی‌خواد کار فرنگی بکنی. یه گوشه کارو اینجا بگیر دستت یواش یواش به زندگیت برسی. من دختر خاله‌م از سرا نیوردم دادم به تو. آقا به خدا هر دفعه باید بیایم کلانتری برای سند بذاری. چه مننت سرم باشه. کارتون به خدا. چه کاریه؟ بابا کو این تارنتینا همینجوری کارگردان شد. کیل بده تو درو ساختو. آدم نمی‌شی دیگه. نوکر شما آقا فرداشون فکرتو. ببین تو من یه مقدار این روزا سرم خیلی شلوغه. بازار باشه آقا بازار باشه. به سر مادرم باشه. سعیش با اون که بود چشم بابا. سعی دارم رو حرف حساب میکنم. آقا رو حرف همه ایران حساب میکنن. آقا این حرفا چیه بابا؟ آقا قول دادم پول نمیخوام که. به تو نمیخوام بدم. به چه موقع بدم؟ یه بگی دستت لازمت میشه واسه خونه خرید مری بری انجام بدی. نوکرت هم آقا بخونه. همیشه شما برسه. نوکرت هم آقا الان میام. سعید کی؟ الان کجایی؟ اسم علی مهران
خب آوردن شوک شده. این دکتر به من هم میگه میگه شوک شده. خب بچه هستی همچین اتفاقی رو دیده شوک شده. خب چی رو میگه اینجا چون متخصص ندارن باید انتقالش بدیم جایی که متخصص داشته باشن میتونن بهش رسیدگی کنن. به خدا چیزی نیست. خب دیدی خودت که حالا خب نارد عزیز رفت به لحاظ جسمی مشکلی ندارن خانم. کاری از دست ما ساخته نیست. شرایط به خاطر شوکی که دیشب بهش وارد شده. هیچ قرصی وجود نداره. این بچه یک کلمه حرف نمی‌زنه. اصلا تنهاش نذارید. سلام. برو تو اتخت مامان جان. برو. خوبی تو؟ مامان جانم. قربونت برم الهی. نمیدونی چقدر دلم میخواست بیام. گفتم با این وضعیت بیام اونجا باز حالم بد میشه. بار میشم رو دوشتو.
به حرفای من فکر کنین، جدی بگیرین. این بچه الان احتیاج به کمک داره. خدا نکرده الان حواستون بهش نباشه بعد پشیمون میشینا. میدونم عزادارین، سخته، ولی خودتون رو جلو اون کنترل کنین. این مشکی رو از تنتون در بیارین. چش بچه رنگ دیگه ای رو ببینه، یه ذره روحیش بهتر بشه. چشم. من میخوام مادرشم ببینم لطفا. دکتر میخواد با تو حرف بزنه. ببین دختر تو هیچ تصوری، هیچ تجسمی از زندگی خانوادگی، عواطف خانوادگی، اصلا پدر و مادر در کنار هم نداره. خب این بچه اصلا مشکل جسمی نداره، مشکلش زخمش رو روح و روانشه. بله دکتر گفت، ولی گفتم شاید مثلا داروی قرصی وجود داشته باشه یه خورده در واقع جلو بندازه زبون باز کردنشو. ببین مثلا حرف نمیزنه. ببین منظورت اینه که مثلا یه قرصی باشه که بدی به بچه بخوره بعد دیگه پدر نخواد مثلا یا مادر نخواد؟ ها؟ آخه همچین قرصی وجود نداره. باید یه کاری بکنین، یه کمکی به خودتون و به این بچه بکنین که زودتر از این شوک بیاد بیرون. خب من چه کار میتونم بکنم؟ من میتونم بهت پیشنهاد بدم. ببین باید یه فضایی رو آماده کنین، این بچه شما دوتا رو کنار هم درک کنه. میخواین از این شوک بیاد بیرون دیگه، درسته؟ وقتی میخواین باید یه تصویری رو بسازین، این خانواده ببینه، عاطفه خانوادگی ببینه. خب اون مادر بزرگش کنارش بوده، خیلی هم رابطه خوبی داری. میگی مادر بزرگ؟ خب مادر بزرگ که مادر نیست، پدر نیست. خب این شکل رو باید بسازین، این شکل رو باید بسازین. مثلا نمیدونم، مثلا اگه من بودم واقعا گفتم مثلا یه سفر برین ستایی با هم دیگه، کنار هم یه سفر برین. ببینین موقعیتی که الان من دارم اصلا چنین اجازه نمیده، یعنی درخواستی که داره میکنه خیلی درخواست غیر منطقیه. من نمیگم برگرد، منطقی فقط به من بگیم. من نمیگم برگرد دوباره با اون مرد زندگی کن، اصلا اونش به من ربطی نداره، تو خودت میدونی و زندگی خودت. من میگم این شکل شده نمایشی، بسازین که این بچه نجات پیدا کنه. ها؟ من میگم این بچه باید از شوک بیاد بیرون و شما باید بهش کمک کنید. نه این یه چیزایی واقعا آخه امکان پذیر نیست. من اینکه بخوام چیز کنم، یعنی بخوام با این آدم ستایی بریم مسافرت. خب چه اشکالی داره؟ نه این واقعا امکان پذیر نیست دکتر. اگه فکر میکنین راه دیگه ای نیست، نمیدونم واقعا چی. یعنی چون... ببین این به من گوش کن، بچه بچه تو هست یا نه؟ میخوای خوب بشه یا نه؟ خب یه وقتی آدم مجبوره یه کاری رو بکنه که دلش نمیخواد به خاطر بچه‌اش. همه کردن. نه من زندگی اون طرفم اصلا این اجازه رو بهم نمیده. زندگی اون طرف رو برام مهم تر از بچه. نه میخوام بگم زندگی مثلا کلا از هم میپاشه. هیچ راه دیگه ای الان واقعا وجود نداره برای نجات این بچه. من پیشنهاد دادم، گفتم سفر. تو شرایط زندگی تو در نظر بگیر، ببین چه کار باید بکنی. من فقط پیشنهاد دادم. واقعا چیز دیگه ای به نظرم نمیرسه. و فقط یه چیزی بهت بگم، دیگه این بچه رو بر نمیگردونین تو اون خونه، خونه مادر بزرگش، جایی که مرگ و اولین بار احساس کرده، از دست دادن عزیز و درک کرده. دیگه برش نمیگردون اونجا. جونم بابایی چی شد؟ بابایی خواب دیدی؟ خواب دیدی قربونت برم؟ بگو بابا، بگو بابا، حرف بزن برای بابا، حرف بزن بابایی، حرف بزن. چی میخواش؟ بگو گریه نکن. خب بگو چی میخوای بابا؟ بگو هر چی بخوای برات میارم، هر چی بخوای بگو بابایی. میتونی حرف بزنی؟ حرف بزن چی میخوای بابا؟ مگه مرده؟ هر چی بخوای برات میارم. خب بابایی بگو، بابا بگو چی میخوای، بگو چونه بابا، بگو گریه نکن. خب بگو، فقط بگو بابایی، بگو، حرف بزن دیگه بابا، حرف بزن. میمیره بابا، بابا حرف بزنی میمیره. خب نمیتونی بگی باشه بزن من برات کار. بیا بابا، بیا بنویس برای بابا، برای بابا بنویس چی میخوای، هر چی بخوای. من مردم مگه؟ برات میگیرم. بیا بنویس چی میخوای، بنویس بابا.
عزیز جون رو بخیر. عزیز جون، عزیز جون همینجاست بابای، همینجاست بابای. عزیز جون به خدا همینجاست، داره میبینه بابای، به خدا همینجاست. عزیز جون گریه نکن، بزرگ شدی دیگه، خانم شدی، خانم جون گریه نمی کنش بابای، گریه نکن. سهر خوبه؟ باباش پیشش مونده نه؟ تو به خیر گذاشت، هر اتفاقی میتونست بیفته، خدا رو شکر اتفاق بدی بود ولی آخرش ختم به خیر شد. خیلی مسکین. نه خب منظورم اینه که تا وقتی ایرانیم نگهش میداریم، دورش میگردیم، رو چشمون میذاریمش، اصلا مشکل نداره که. وقتی هم خواستیم بریم میذاریمش پیش باباش. دکتر یه پیشنهادایی داشت. مثلا چی؟ مثلا میگه که من و امیر یعنی با امیر و بچه احمد، احمد احمد عزیزم، من دستم بنده، زنگ میزنم بهت، زنگ میزنم. باباش اومد، میام دیگه. خیلی خوب، خیلی خوب، خدافظ. میخوام یه دقیقه باش حرف بزنم. ببین حق نداره با سیر من تعیین تکلیف بکنه. من نمیفهمم، مگه من مردم کسی بخواد با سیر من و دخترم تعیین تکلیف بکنه؟ آه، فقط بچه تو حساسه؟ بچه من که گوشه بیمارستان حساس نیست؟ قبلا فرق میکرد، الان موقعیت عوض شده، خیلی فرق میکرد. فرقش چیه؟ قبلا مینا نبود، الان مینا خانمون بیرون پرت میکنه، دادتو میاری تو خونه. خجالت بکش، شرم کن، حیا کن، مینا مادر اون بچه هست. آره الان معنی مادر من فهمیدم. کی اگه؟ چشه؟ به تو ربطی نداره، به تو ربطی نداره. خب ربط نداره، داد نزن. الان کجا داری میری؟ دارم میرم با دوستان بیرون، دارم میرم سینما، میرم پارک بگردم. فقط یه چیزی، من دستمو گرفتم برم شمال، میای؟ شوک وارد شده دیگه، انشالله خوب بشه. نگفتن تا که میمونه اینجا؟ معلوم نیست. حالا بچه دوست داشتم بیان ببینن. از شما درد نکنم بچه ها، مرسی که اومدی، از شما درد نکنم. الان خوابیده، باید استراحت کن. خوب که شد همه تو میای خونه ما. خب مرسی، مرسی، خدا 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 خدا. چی بیمارستانه؟ امیر. خب اون هست، تو دیگه کجا میخوا بری؟ اون جای خودش هست، منم جای خودم میرم. مینا داری خرابش میکنی ها؟ مینا ما با هم حرف زدیم، قرار ازدواج گذاشتیم، نامزد کردیم، چرا باید زندگی گذشتت سایه بندازه رو همه چیز؟ قربونت برم، اشتباهه به خدا. احمد یه دقیقه بایسا، ببین من این بچه رو از خدا دارم، یه معامله یه بین من و خودش،
نمیتونم این معامله رو به هم بزنم. خیلی خوب. یه کارایی هست که من باید انجام بدم، گفتم هم بهت. باشه، آره تو به من گفتی. من فکرامو کردم مینا جان. من فکرامو کردم قربان. هر چی گفتی من فکرامو کردم. تو خودتو بذار جای من. من جای تو نیستم. جواب هزار نفر رو باید بدم. تو جای من نیستی ولی زندگی منم هست. تو من چیکار مگه میشه آخه؟ من نمیدونم چیکار باید بکنم. مرسی خانم. زحمت کشید. گرگی آوردن. هم کلاسی هاشون رو دیدن. دیدشون؟ نه خواب بود. چی شد؟ میام. خیلی خوب، بس من برم کارامو انجام بدم بیام. تو کاری نداری بیرون خریدی چیزی؟ نه، فقط چیز کن دیگه، یه سری وسیله بیار بر بچه. اون چیزی هم اگه خودم به ذهنم رسید که نمیزنم. جان بگو کجا داری میری؟ نمیدونم، چند روزی برم برای خودم هم خوبه، یه خورده آروم میشم. نگران بچه هم با این وضعیت تو این حال اوضاع. تا همین زود برمیگردم. تو این چند روز که اتفاقی نمیفته. بناز بهناز جان، یه چند روز من مهلت بده، خواهش میکنم. مواظب زهر باش. مواظب بچه باش. خب بگو که خیال من راحت. خب راحت بگم. خب آره ها، 10 بار گفتم خودتو بذار جای من. 5 سال برای این سفر بدبختی کشیدم، حالا همین راحتی بگم نمیرم. نمیشه. نمیرم یعنی دیگه از همین الان منو گذاشتی کنار دیگه؟ من تو رو شد نمیرم کنار. من الان تو رو گذاشتم کنار، دارم میرم. بابا دمت گرم دیگه. تو داری اگه تو 5 سال برای این سفر زحمت کشیدی، منم 3 سال زحمت کشیدم. خب کشیدی. خب الان انتظار دارم منو درک کنی. انتظار چی داری؟ خب یه اتفاق چیکار باید بکنم؟ اتفاق به من چه مربوطه؟ خب اون بچه الان مریضه، شرایط بحرانیه. باشه، به تو چه مربوطه؟ یعنی چی من مادرشم؟ یعنی چی به تو چه مربوطه؟ نه میدونم مادرشی. میگم الان امیر کجای این قصه است؟ امیر چی میگه این وسط؟ امیر هیچ جای این قصه نیست. به خدا نیست. الان سحر مهمه. بیخودی داره بلند میشه میاد. خب سحر برات مهم بود اون موقع که اینجا نبودیم، با هم وارد این زندگی نشده بودیم. مادرانی من دارم میگم چرا اینقدر غیر منطقی تو؟ چه من غیر منطقی ام؟ اتفاق یهو افتاده. آخه یه خورده منو درک کن. اشاره. من نمیتونم این بچه رو اینجوری ول کنم. ولش نکن. من گفتم ولش کن. اما من نگاه کن. تو چشای من نگاه کن. بیکنم میخوام اونا رو جمع. بگو جون مینا نگاه کن. نقطه ضعف داری دیگه. بگو بیا بگو. من به امیر بر نمیگردم. اگه میخواستم باش بمونم اصلا جدا نمیشم. تو رو خدا اینو بفهم. الان اگه من بگم نرو نمیری؟ من بگم نرو نمیری مینا؟
دو روز فقط به خاطر این بچه مریض. من بگم نرو نمیری تو اینو بگو. بگم نرو نمیری. من اگه اینجوری با تو بیام یه تیکر جونم اینجا میمونه. بابا لامصب دروغشو بگو. دروغی بگو نمیرم. خب نمیتونم دروغ بگم. به خدا یه تیکر جونم اینجا من چه انتظاری؟ من الان من چی کار بکنم اینا؟ همیشه فکر میکنم اون کاری که میشده برای بچم بکنم نکردم. یه آدم معذب مریضم که با تو میاد. اونجوری بهتره؟ من الان چی کار بکنم؟ الان فقط به من بگو خب بذار با خیال راحت برم. تو رو خدا اذیتم نکن. جان مادرت گریه نکن. داره ترش دیگه. زغالخته هم داره. آره بردار حالا. کدومو؟ میخوره دیگه. فکر کنم همون زغالخته. جواب نمیدی؟ مشاهیر. من که دوست ندارم. اگه تو دوست داری بردار من. نه آره میذاره ضرر نداره بگیریم. جواب بده دیگه. چرا جواب نمیدی؟ به این واسه میخواد که سر خوشش بزنم. از این کنفلکس هم بذار. خب کدوم؟ همون برای حیبت مامی از اینا. حالش چطوری؟ خوبه. چایی؟ نه از اینا برای چه فرقی میکنه؟ اینا مارک بهترش هم هست. حالا برای از اون برای بچه که دنیا میاد؟ آقا به ماه دیگه اینشالا دنیا میاد. تو چی؟ چی؟ میگم شما برنامه‌تون چیه؟ داریم میریم دیگه. اگر البته همه چی خوب باشه درست باشه. عشق من عشق من اینو دوست داشتی؟ بذار بگیرم براش شیر تازه هم بردارم. خواستات رسیدی؟ اون چیزایی که میخواستی آرزشو داشتی؟ میرسم انشالله. نوشابه هم بردارم؟ بردارم همون کوچیک بردار. خواهی از هر کدوم سه تا بردار. باش چه فرقی میکنه؟ نه هیچی. نه میگم از اینا سه تا تلفن تو بکنم. احمده ببخشید. الو جانم چه
ای بابا. ای چیزی نیست مامان جان، چیزی نیست قربونت برم، چیزی نیست عشقم، نترس نترس. آقا اینم کلید اون یکی بیلاتون دست چون من در هر صورت بابت این وضعیتی که پیش اومد واسه تون عذرخواهی میکنم. نه بابا پیش بیاد دیگه، فردا صبح هم از طریق مدیریت این مسئله رو پیگیری کنیم. امری چیزی کاری کنیم قربون شما، شبتون بخیر. اگه امری داشتین پس تماس بگیرین، در خدمتتون هستم. بازم عذرخواهی میکنم. اینو کجا بذارم؟ جان خودم میذارم، مرسی سبوکی. جونشو با این کار دستی واسه باش. میدونم، خیالم راحت باشه. کار دیگه تو موازه به خودت باشم، قد سر هر چیز کوچولو روی عرض نخور. خیلی خوب، کاری نداری؟ کدومی؟ مهمی همین این بلو کاری داشتی خبرم کنم. تو که نمی اومدی؟ نه میرم یه قدمی بزنم. سلام قربونت برم، خوبی؟ گوشی میدی مامان؟ نه نه بیدارش نکن، بیدارش نکن، بذار بخوابه. چه خبر؟ ای اتفاقی که نیفتاد؟ خب خدا رو شکر، منم میام عشق من، میام کارم تموم بشه میام. اینجا فقط خوب آنتن نمیده، من خودم زنگ میزنم به مامان. اون برای خودش جدا ویلا گرفته. من با تو حرف زدم، تو گفتی اشکال نداره. الان تو رو خدا پیله نکن دیگه، اذیت نکن تو رو خدا. اونم مشکلای خودشو داره دیگه، تو این چند وقت ببین چقدر بلا سر. چی؟ نمیدونم، گمونه مثلا به بهناز نگفته. حس میکنم، نمیدونم به من که نمیگه، حس میکنم به بهناز نگفته. چی؟ از در بیرون نرفته، بیاد بیاد ساحل، بودا بیاد بیاد ساحل. سهر 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 نبود، بودا بیاد سهر. امیر کجاست؟ سفر کاری براش پیش اومده، یکی دو روز رفته مسافرت. خیلی وقتشه. الان کی پیشته؟ دست مانلی پیشم هست. مانلی؟ اون بچه هست، وضعیت تو خطرناکه، ممکنه به عمل احتیاج پیدا کنی. آیش تو بی خود داری شلوغش میکنی، این راه طوری نشده که چیزی نیست. هیچ به حرف آدم گوش نمیدی. تو بچه اول تو سزارین کردی، الان ممکنه که برات مشکلی پیش بیاد. حتما باید یکی پیشت باشه. خیلی خوب بابا جان، یه زنگ میزنم یکی میاد پیشم، نگران نباش. خودت میدونی. دقیقا یادم نمیاد چیزی گفت یا نگفت، شاید هم گفته،
همش یه استرس داشتم یادم نمیاد دقیقاً، ببخشید. یعنی شما میگید همچین اتفاقی نباید میافتاده؟ خب خیلی از بچه‌ها تو خواب را میرن. بله چشم. نه متوجهم، قضیه دیشب کاملا اتفاقی بود، مواظبش هستم. بله چشم، ممنون. چی میگه؟ میگه خیلی بیشتر از این شوخی باید مواظبش باشید. یعنی چی مواظبش هستیم؟ درمانش چیه؟ مواظبش نبودیم، اگه مواظبش بودیم که نباید بچه را میافتاد میرفت. جسد یه نفر رو تو ساحل پیدا کردم. وای نه تو رو خدا. چرا؟ به ما ربطی نداره که. اینا کارشون اینه. خب باید بیان تحقیق کنم ببینن کیا اینجا بودن کیا نبودن. به ما ارتباطی نداره اصلا. چرا نگران میشی؟ خب الان من چیکار باید بکنم؟ کاری نباید بکنیم که میریم تو ویلا دید. خب گفتن که آره حالا یه سری تحقیقات داریم ما انجام بدیم. چرا نگرانی؟ میخوای اینجا نمونی؟ نه بابا جان، چرا اینجوری میکنی؟ اتفاقی نیفتاد، به ما ارتباطی نداره. همینجا یعنی همینجا تو ساحل ما؟ آره همینجا. پیش میاد دیگه این دریا این مدلیه دیگه. بریم. درکم نمی‌کنی، نمی‌فهمی منو. چرا نمی‌کنی؟ من تجربه دارم، رفتم تهش رو درآوردم. تو تنها نیستی تو رو. من گیر افتادم، من دوستش دارم. صحبت کن، مشتری تو مغازه است، می‌زنم تو گوشت. خیلی دیر منه. عشق منه، قربونش برم. بهتر شده نه؟ نمی‌دونم. می‌شنوی صدام؟ نه بابا. عاشق این موسیقیه که تو گوششه. نمیشنم آره قربونش برم. چیکار کنیم الان؟ چیکار کنیم؟ گم هیچ تغییری نمیکنه این بچه. خب باید یه خورده صبوری کنیم دیگه. باید یه خورده صبور باشیم دیگه. یک دو هفته با صبر کنیم ببینیم چی پیش میاد. خیلی بده که چی چاره ای نداریم. من هیچ کاری از دست ما بر نمیاد که بچه زودتر حالش خوب شه؟ زودتر که باید دکتر گفته باید یه دو هفته بالا سرش وایسیم آروم که شد بعد یواش یواش. دو هفته که من نمیتونم وایسم. یعنی چی؟ تو که وضعیت زندگی من میدونی که من چجوری میتونم دو هفته وایسم. یعنی نمیخوای وایسی؟ نمیگم نمیخوام وایسم، میگم که میدونم چجوری. مادر بودنت فقط همین یکی دو روزه بود نه؟ تمام ادای مادر خوب و در آوردن و اینا هم یکی دو روزه. لطفاً تو یکی ادای پدر خوب و الان در نیار. من ادای پدر خوب و در نمیارم. آره. ولی انقدر معرفت دارم که به خاطر بچه‌م وایسم. نه اگه پدر خوبی بودی اصلا تنهاش نمیذاشتی. نه که تو تنهاش نذاشتی؟ انقدر چیکار کردی؟ زندگی تو انقدر پول برات مهم بود که برای تو چی؟ بچه رو ول کردی بره خونه مادرت، فکر کردی الان داری تو چی کار کردی؟ تو چی کار کردی؟ تو مثلا میخوای بری خارج از کشور داری شق القمر میکنی؟ فکر میکنی عمرم خبریه؟ نه منم مثل تو میرم دنبال آرزوام. مگه تو نرفتی؟ من دنبال آرزوام نرفتم، تو منو مجبور کردی. من تو رو مجبور کردم بری دنبال آرزوات؟ تو فکر میکنی که مثلا آینده چیه؟ این آینده گندی که داری الان میبینی همون آرزوهایی بود که دیروز داشتی. یه ذره به من فکر نکردی تو همه این زندگی. تو فکر کردی به من؟ حتی یه بار تو به ما فکر کردی. اصلا الان منو ولش کن، به بچه‌ت داری فکر میکنی الان؟ همین الانش داری به فکر اینی که من نمیتونم بمونم. این حرف یعنی چی؟ به بچه‌م هم دارم فکر میکنم، ولی میخوام تو دنبال چاره بگردی. من دارم تمام سعی خودم رو میکنم. چه سعی میکنی؟ از اولی که اومدیم اینجا که دم در شروع کردی دعوا کردن و یقه گرفتن. من دعوا کردم؟ یه ذره ملاحظه اعصاب من این بچه رو از اول نکردی. من دعوا کردم؟ پس چی دعوا کردی؟ اونا مثل که داد و بیداد کردن. اومدم دارم التماس میکنم، میگم الان دنبال بهونه داری میگردی؟ تنش شده از زن این زندگی. الان تو میخوای ول کنی بری دنبال بهونه داری میگردی که من دم در دعوا کردم؟ میخوام بگم که من و تو اگه هر کاری قراره بکنیم بالاخره باید خب باید ببینیم ماجرا رو درست کنیم. ما باید دو هفته صبر کنیم ببینیم چی پیش میاد. بچه باید آروم بشه، اینو متوجهی؟ بچه باید آروم بشه، همه چیز باید خوب بشه. بچه منم هزار تا مشکل دارم. ندونه خودت میدونی که من اصلا این بچه رو نمیخواستم.
چیکار کنیم الان؟ میخوای الان بزنیم بکشیمش؟ نه خیلی میخوام بکشیمش، فقط میخوام بدونی که مسئولیت تو خیلی بیشتره. نه تو هم مسئولیت داری. نه الان بچه دار بشم خیلی زندگیمون بهتر میشه. مادرای مهربون، ادای مادرای مهربون لطفا در نیار برای من. من ادای مادر مهربون در میارم. ادای مادر مهربون در میاری. مامان جان، مامانا تو چیکار چی شد؟ چی شد عشق قشنگ؟ اینو دوست نداری؟ چرا بابا این دور عاشق این آهنگ منو آوردمش اول که همینو گوش کنه. قطع امیر خوش قربونت برم من عزیز دلم من بابا داشتیم با هم شوخی میکردیم، داشتیم درد دل میکردیم، چند وقت بود با هم حرف نزده بودیم، گفتیم الان قربونت برم من عزیزم. الو سلام مانلی خانوم، خوبین شما؟ مامان هستن؟ بابا هم هنوز از مسافرت نیومدن؟ من احمد هستم، احمد احمد خودشون میشناسن، نیومدن. مرسی، خدافظ. چه این کارو با من میکنی زهر؟ نگام کن. من نگاه کن مامان، منو نگاه کن مامان، میگم نگام کن. بس دیگه، هر چی میخوای بگو، بگو مامان اینو میخوام اونو میخوام، دهنتو باز کن، حرف بزن با من. همینجوری فقط داری نگاه میکنی. برای چی اصلا دستو کیف من کردی؟ چرا قیچو برداشتی؟ نگام کن. ببین چی مینا، مینا اینجاییم. درستش میکنم قربونت برم، برات درستش میکنم عزیز دلم، عزیز دلم. گوش کن یه دقیقه برم ببینم مانگی چی گفت. دقیقا بگو یه بار دیگه. گفتش که مامان از خونه هست. گفتم نخوابیده. خب باز بگم. خب دیگه چی گفت؟ گفتش که امین از مسافرت مده. گفتم نه. چند بار میپرسی مامان؟ کاش منو بیدار میکردی مادر. من خودت نگفتی حرفی زنگ زد بیدارم نکن؟ چرا؟ اون موقعش هم اونجا چیکار میکرد؟ عرض کنم خدمت شما که ماجراش طولانیه. بچه من یه مشکلی الان داره. دیشب تو خواب شروع کرد و رفتن. اما رفتن از کنار ساحل بیاریمش. من باید دخترتون بدیم. جناب سروا این چه حرفی شما داری میزنی؟ مشتبه دوست خود من بودم، بیام بکشمش. فعلا تنها مزنون ما شما هستی. نه عزیز من، تنها من. جناب سروا
این خانم کوچولو هم بودن یادته؟ مظنونه آب... یعنی بچه من؟ لب آب وایساده بود جناب سروان، بهش گفتم یادت نیست؟ بگو بهشون گفتم نه رو جلوتر غرق میشی. یه بار توضیح دادم گفتم این بچه نمیتونه حرف بزنه. بچه ترسید بچه من اگر چیزی میدونست بهت میگفت واسه چی میرسم تو بچه من؟ جناب سروان آقا من دوست ندارم میرسم به چه دختر موهاش بلند بود موهاشو کوتاه کنه از کجا برای دستش با پدرش میگه کاسه نباشه بچه مگه من از شما من به شما چه ربطی داره دوست داشته من کوتاه کنه به شما چه ربطی داره از شبی که اومد برای ما خط و نشون کشید مشتبه اصلا ایشون تهدید کرد. چرا داری جاسوسی میکنی؟ او یه درگیری لفظی بوده. جناب سروان ایشون شکایت داره. صداتو بیار پایین بچه‌ام ترسید میام صداتو بیار پایین. جناب سروان من این مسئله خدمتتون عرض کنم. اگه این بچه مشکلی اگر مشکلی نداشتن موشو کوتاه نمی‌کردن. به شما چه ربطی داره؟ این دختر تا اینجا مو داشت. برای چی اصلا ما رو آوردین اینجا؟ ببخشید. میگم دست بچه من نزن. بچه‌ مریض بوده برش داشتیم آوردیم اینجا الان واقعا من خودم شکایت می‌کنم. صداتو بیار پایین. اینا دستشون باهاتون یه کاسه. ببرین. کی دستش توی کاسه است؟ ما در خدمت شما ایم چیکار باید بکنیم؟ زندان باید بریم چیکار باید بکنیم؟ ای بابا دخترم عمو جون حرف ما رو باور نمی کنم دختر گلم حاجا بفرم میگم بچه من مشکل داره واسه این حرف زدن ما به خاطر همین اومدیم شمال نمیتونه حرف بزنه علتی که حرف نمیزنه چی؟ علتش هم من باید الان توضیح بدم خدمت شما الان اجازه میدیم من دست زن بچه ما بگیرم بریم بیرون ما اومدیم هواخوری به خاطر همین بچه هم اومدیم بفرم ولی خواهشم اینه که هر جا تشریف میبرید ما رو در جریان بگذارید تشکر میکنم فعلا خداحافظ با اجازه آنلی مامان بشین تو ماشین کجا بیایم میگم یه دقیقه بشین تو ماشین الان منم میام نه پایینا یه جوری هم باشه ما کارگریم دیگه واسه ما هم یه چیز سرش بمونه نه انشالله که بمونه خوبش هم میمونه صحبت هم میکنه احمد آقا سلام سلام علیکم احوالتون خوبه خوبی شما قربان شما مرسی شما خوبی؟ خوبی شما مرسی مامو ببخشی من مازم شدم مبارک باشی بربونتون مرسی خواستم ببینم که از امیر شما خبر دارین؟ زنگ زده بودین خونه من بله. گفتم شاید خبری از امیر داشته باشین چیزه با... چه خبری من ازش ندارم خواستم ببینم که چیزه با مینا خانم رفتن چیز دیگه شما با مینا رفتی شما؟ بله یعنی با هم دوتایی شما دارم؟ دوتا رفتن شما بله پس چرا چیز؟ چیزی من گفته بود الان مشکل دارم نه 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 بهناز خانم دختر خانم اسکه حالا مامانت بد شده چی شد؟ اینجا بشین اینجا هیچی نیست مامان خوبی هیچی نیست هیچی نیست مامان ببین این کوها رو ببین مامان تو کجا داری میری مامان شبا اینجا یه حیوانای بامزه میان تو این جنگلا خیلی هم برای چی سر بچه داری داد میزنی؟ یاد گرفته آخه جیغ زیاد میزنه تلفنت نمیگیری چون سر بچه من داری داد میزنی؟ خیلی خوب خوبه حالا تو هم بچه من شد بچه تو اون وقتی که ولش کردی بچه تو نبود الان چه وقتی که آواره خیابون میشد همینجوری جیغ میزد بچه تو نبود الان چه ربطی به این حرفا داره دارم میگم بچه خب ترسیده چرا تلفنت نمیگیری چرا سر بچه من داری داد میزنی؟ خیلی خوب بس تو هم بچه من بچه من هی من هیچی نمیگم بهش این خوابی کشیدم اعصاب ندارم این روزا ما خوب خوابیدیم مثل که تو متوجه نیستی خیلی خوب ای بابا من داغدارم مادرم مرده باشدم اومدم اینجا هیچ بهت نمیگم حرف نزن با من اینجوری حرف نزن من و شما الان نسبتی با هم دیگه نداریم یادت نره به خاطر چی اینجاییم وضعیتتون اصلا مناسب نیست اگه میتونی با همسرتون تماس بگیری که چون رضایتش لازمه گریه نکن یه زنگ بزن از تو گوشیم شما رو خاله الهه رو پیدا کن یه زنگ بزن به همین مامان من میدرسم الو جونم چیزی نیست قربونت برم ببخش چی؟ ساعت چمالا راه میفته نگاه کن چی؟ همه اینام همجوری هم
وایسادن وسط زمین و هوا. حالا میتونه حرف بزنه؟ گوشی بده بهش. الو. دریا رو ببین الو. الو. لعنتی. چیه چی شده؟ هیچی. یعنی چی؟ این لعنتی چرا راه نمیفته؟ راه میفته الو. راه میفته. خدای من. خدای من. وای نفس هم داره به هم میاد. در راه بیفته. نفس هم داره به هم میاد. نفس هم داره میگیره. کی بود؟ بابا هیچکی نبود. پس چرا اینجوری شدی؟ هیچ جوری نشدم. من باید برم تهران. بری تهران؟ من باید امشب برم تهران حتما. هر جوری شده باید برم تهران. کنیم شما یه شب میمونید اینجا، من میرم برمیگردم. من این بچه یه شب اینجا میمونی، منم باید برم تهران. منم هزار تا کار دارم. ببین به خدا زندگیم پر از استرس. هیچ اتفاقی نمیفته. شما یه شب میمونید، من میرم تهران برمیگردم. منم کار دارم. تا این بچه حالش خوب بشه ببینیم چیکار باید بکنیم. من تنهایی نمیتونم مراقبت کنم. اذیت نکن. یعنی چی نمیتونم مراقبت کنم؟ مثلا نمیتونم اینو بگیرم بهش بگم الان کجاییم. اونم نگرانه. آخه چی داری میگی واسه؟ من داریم میریم. اینو قبلا بهت گفتم. گفتم موبیلیتمون آماده است. خیلی خوب. خیلی خوب. الو جونم. من دارم میرم. مامان بیا بغلم. جونم. بیا قربون. خوبی بناز جون. چی شد؟ ببینی سوی دیگم خورشیدو ببینی. کی؟ چقدر قشنگه. کی گفته؟ بناز جان من امشب حتما خودم میرسونم تهران. تو فقط یه چیزی به من بگو. چی بهت گفت؟ چی به تو گفته؟ الو بناز من همه رو به توضیح میدم. الو چی؟ تو گفتی؟ تو به زنت نگفتی با من اومدی نه؟ همیشه همینجوری به همین راحتی ایجاد مشکل میکنی، مسئله درست میکنی. این هم از زندگی جدیدت. همینه دیگه، همینی هستن. قربونت برم، بابا تو بشناس میخواد الان ما رو تو این موقعیت ول کنه، به فکر شما نیست. الان دیگه دلش و روحش و همه چیز دیگه بکش. بچم نیست. خجالت الان بکش. بچم اونجاست. خجالت بچم بکش. گفتم فقط یه شب. بشناس. مامان تو بشناس. بابا تو بشناس. عصبانیه. فهمیدی سر چی واسه داد میزنه، داد و بیداد میکنه؟ میدونی چرا؟ چون میخواد بره ولت کنه. میخواد دیگه ولت کنه به امان خدا. آره. بشناس مامان. بشناس مامان. بشناس. مامان جان، بابا تو بشناس. شما رو کی ول کرد؟ شما رو کی ول کرد؟ کی گفت من بچه رو بزرگ میکنم بعد ولت کرد با مادر بزرگت زندگی کنی؟ کی این کارو کرد؟ من شما رو ول کردم یا بابا؟ خانم دکتر شما که وضعیت رو بهتر میدونین، زیاد حال روزش مناسب نیست. البته یه سری آزمایش هم انجام دادیم، میخوام خودتونم نگاه کنین، اما احتیاج به رضایت همسرش داریم، باید سزارین بشه. خانم دکتر منتظر شما. متشکرم. باجز خانم دکتر. سلام، وقتتون بخیر جناب مهدی. سلام. مهمونتون تشریف آوردن. مهمون من؟ بله قربان. داخل پذیرش منتظرتون هستم. چیزی بفرمایید زنجیره بندازم. منتظر کسی بودی؟ من نه. احمد. سلام. موقعیت منو نمیفهمی؟ من این همه با تو حرف زدم، بهت گفتم فقط دو روز به من مهلت بده، گفتی خیلی خوب. مینا جان کن بده. چرا باید این کارو بکنم؟ من با تو حرف زدم، تو گفتی باشه. خب تو من گفتی باشه، گفتم شرایط من الان شرایط بدیه. تو شرایط من نمیدونی چجوریه مینا. باشه خب من همه اونا رو جمع کن بریم. گفتم فقط به من باش. جمع کن بریم. خیلی خب باشه. الان واقعا جمع کن. آره همین الان جمع کن بریم. اما دیدم فکر کنم یه خود من زده باشه. جمع کن بریم مینا. آقا امیر اجازه است ما بریم؟ جمع کنیم بریم. خیلی خوب. یه دقیقه هوای این بچه رو داشته باش من حرف بزنم. میشناسی احمد رو که
بدقه همه این بچه رو داشته باش. سهر رو نگه دار. بدقم به احمد بگو یه کارش دارم. چه کارش داری؟ خواهم خودش حرف بزن. ببین اگه فکر میکنی میتونی بازش کنی بمونه نمیتونی ها. الان دو ساعت داره اونجا بی خود با من بحث میکنه سره یک بریم بریم. بالاخره اونم مرد دیده بگو بیاد. ازت خواهش میکنم. امیر تو چی چی از زندگی من میخوای؟ من چی کار باید بکنم برای تو؟ ببین من داستان رو تا اینجا رسوندم. داستان چیه تا اینجا رسوندم؟ چی رو تموم کنم؟ همه من باید برم تهران فردا صبح برمیگردم. به من چه امیر؟ به من چه؟ روزگار من رو میبینی؟ من تازه شروع زندگی خیلی سرم میخواد. بهناز بیمارستانه. اگه من نرسم ممکنه هزار تا اتفاق بیفته. ازت خواهش میکنم اینا همه مال توه. من زندگی من چی میشه؟ تو همش داری خودتو میگی. میگه بهناز بیمارستان مال علی سحر. من حرفو تو رو قبول دارم. باش من باشه. ببین الان مال علی هست، یه بچه دیگه داره میاد، سحر هم هست. بابا این بچه من نباید تاوان بده. احمد بیمرفت تو صبح. من چرا تاوان بدم امیر؟ من اصلا بچه نده. من زندگی من سوختم امیر. میخوای منم بسوزم؟ احمد من دست برای چی دستم ببوش؟ نه بلکن امیر چی از من میخوای؟ بلکن به پات میافتم امیر. منم سوختم بچه من نباید تابو بزن. امیر گریه نکن باشه. من امیر سهر گناد تو من میبینی؟ تو رو خدا سهر گناد. بچه چی گناه کنم؟ امیر به پات میافتم. التماسه بچه او داری من چه ازت خواهش میکنم احمد. احمد من چه بایدم؟ من چه بایدم؟ من بیشم تو رو خدا احمد. باشه امشب فقط قسمت میدم. سهلیس سهلیس دوباره نمیدونم. خودم ولی رفتم. 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 خودم ولی رفتم.